بعد ویدیو رو موبایل رو به مامان یاد بدی اینطوری بگیره دستش که رد پای تو هم نباشه. این نحوه ضبط یک فیلم عادی نیست. هر ویدیو هم که ضبط میکنه باید یه دقیقه باشه. حالا من بیشتر میگم ولی میدونم که ناهیدم میتونه بهتون توضیح بده. مسیح علی نژاد در آمریکا در حال آموزش دادن به دو نفر از مادران جان باختگان آبان 98 است. ناهید جان من قبلا بهت گفتم اصلا از رو نوشته نخون عزیزم. توی این چیزا نیفت که بابا از رو نوشته بخونی اونجوری بگن این خط گرفته خط دادن. من مادر ابراهیمم. با این موبایلم اومدم توی خیابون. ببرمتون اونجایی که بچه‌م نمیخواد. ببرمتون اونجایی که بچه‌م آخرین روز نفس میکشه و جونشو گرفته. اینجا همون خیابون بود که تیر زدن. بعد من این فیلم ها رو وصل بکنم به فیلم ناهی و یک کلمه از ابراهیم بگم، یکی از پویا، و این دوتا مادر کنار هم دیگه میرن داستان بچه هاشون رو میدن. او آموزش میدهد چگونه فیلم بگیرن، چه بگوین. به خاطر پسرم پویا بختیاری، به خاطر رویاهاش که پرپر نابود کردید، به خاطر جونهایی که گرفتید، به خاطر عشقها. و در چه موقعیتی این حرف ها را بزنن؟ هیچ جونم، ببین اگر پشت سرت یه چادر سیاه باشه صورتت بیشتر به چشم میاد و خیلی سینمایی تر میشه. و جمله اولت هم به خاطر پسرم پویا بختیاری، به خاطر پسرم پویا بختیاری. اما این نمایشنامه قرار نیست صرفا تماشاگران داخلی را احساسی کند و یا خشم افکار عمومی ایران را برانگیزد. پسر منی که داره رو دست میره. در بینشون یک مادری هست به اسم پویا بختیاری که با صراحت اعلام کرد پویا بختیاری مادرش دست در دست فرزندش در اعتراضات آبان حضور داشت. به نظر میرسد بیشتر از آنکه این ویدیوها مصرف داخلی داشته باشد برای دیده شدن در اینجاست. Rossi, thank you for being here. I know it's a difficult. رسانه‌های غربی غیر فارسی زبان. من از دیروز سالا خودم رو کشتم برای تمام رسانه‌های غربی، براشون ایمیل زدم به اونایی که ارتباط داشتم. تک تک این ویدیوها اینجا به نمایش در میآید. I want to actually use your platform. This is a mother. These are teenagers. To show images of themselves without a hijab. اما به نظر میرسد هدف از این جست برانگیختن واکنش مردم آنجا نیست، بلکه رسیدن به لابی های مقامات غربی است. مدافع حقوق انسان ها و حقوق اولیان هستند. رفت آمد های پرتکرار به کنگره آمریکا. من حتی برای نماینده های کنگره گفتم. به دیدار سناتورها. به من ویدیوهایی رو ارسال میکردن که من جنایات این رژیم رو در واقع به دنیا معرفی میکردم. دیدار با مقامات اروپا. همه میخواهد از این ویدیوها یک کلید واژه بسازد. تحریم هدفمند. The target sanction must be continued. We support target sanction, Magnitsky sanction. We want you to sanction all your pressers. تحریم ورزش ایران. جمهوری اسلامی رو از تمام عرصه‌های ورزشی باید حذفش کرد. تحریم اقتصاد ایران که می شود تحریم مردم ایران. اگر تحریم بود و ایران از تحریم رنج می کشید که البته جامعه جهانی باید آن را انجام دهد. رئیس جمهور بایدن با خارج شدن از گفتگوهای هسته‌ای و مسدود نگه داشتن میلیاردها دلار باید کنار مردم ایران باشد. هرچند منابع مالی ایران توسط این تحریم‌ها مسدود می‌شود، اما هرچه تحریم بیشتر درآمد این زن بالاتر. مسیح علی نژاد در سال حدود 2 برابر یک خبرنگار نیویورکی مستقیما از دولت آمریکا حقوق می‌گیرد. چرا؟ واسه اینکه موضوع ایران برای آمریکا مهمه و حاضره برای ضربه زدن به ایران پول پاشی کنه. کاسبی از تحریم با نام دادخواهی مادران و پدران جانباختگان حوادثی که خود این افراد آتش بیاران هستند تنها بخشی از این نمایشنامه است. مدتی پیش نیز یک فایل صوتی از مجریان من و تو درباره دریافت مبالغ هنگفت توسط مسیح علی نژاد منتشر شده بود. نشون داد همین مادر پویا بختیاری اینا رو داده بود به ما دیگه، که بعد مادر پویا بختیاری زنگ زد گفت ریختن تو خونم، تو رو خدا پخش نکنی. و خانم مسیح علی نژاد به کیوان گفت نپخش کن. کیوان پخش نکرد. خانم مسیح علی نژاد براش بیل فرستاد 10,000 پوم من بده. کیوان گفت من پول تو رو میدم ولی فقط میخوام ببینم من دارم پول چی میدم. اونجا بالاخره آقای کیوان خان خورده تو سرش، فهمیده این چه کثافتیه. دیدم نوشته بود که من تا آخرین نفس وای میستم و صدای این مادران خفشو بابا. یعنی اصلا چی بگم دیگه. آمنه سادات ذبیح‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.